کرزی طرح احیای موقت قانون اساسی دوران ظاهرشاه را و برگزاری لویت جرگه را به طالبان داده است. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی خبرگزاری کاویان، کرزی طرح احیای موقت قانون اساسی دوران ظاهرشاه را و برگزاری لویت جرگه را به طالبان داده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین گفته است طالبان قصد نداشتن وارد کابل شوند، اما او از آنها دعوت کرده است که به کابل بیایند و جلو حرج و مرج را بگیرند. آقای کرزی در گفتگو با آسوشیتد پرس گفته است اشرف غنی فرار کرده بود و مسئولیت پذیری وجود نداشت. اگر طالبان وارد کابل نمی شدند، دارایی‌های مردم چپاول و تاراج می شد. حامد کرزی برای بیرون رفت از وضعیت موجود پیشنهاد کرده است که لویت جرگه فراخوانده شود و قانون قبلی ظاهرشاه مورد تصویب قرار گرفته و عملی شود. و گفته آقای کرزی در این جرگه در مورد پرچم کشور نیست تصمیم گرفته شود. در همین حال، به نقل از صفحه رسمی 8 صبح، پاکستان تأخیر در بازنگری تحریم ها، اهداف مبارزه با تروریسم را در افغانستان تضعیف می کند. وزارت امور خارجه پاکستان از مسدود ماندن ذخایر ارزی بانک مرکزی و تحریم ها علیه طالبان انتقاد کرده و گفته است که این عوامل سبب فلج سیستم بانکی افغانستان شده و از انتقال وجو برای اهداف بشر دوستانه ممانعت کرده است. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه 25 قوس در مقاله خود به خلیج تایمز گفته است که با توجه به چنین وضعیت، بازنگری تحریم ها برای نجات جان شهروندان افغانستان و فعال کردن خدمات اولیه ضروری است. او هشدار داده است که تأخیر در این امر ممکن است منجر به خطرات ناخواسته سقوط سیستم مالی در مبادلات پولی غیر قابل تنظیم شود و گفته او چنین سناریوی ممکن است اهداف مشترک جامعه جهانی در مقابله با تروریسم و قاچاق را تضعیف کند. قریشی تاکید کرده است که مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان، پرداخت حقوق کارگران در بخش‌های حیاتی مانند خدمات عمومی، آموزش و پرورش و صحت را با مشکل مواجه کرده است. وزیر امور خارجه پاکستان تصریح کرد که ساختار حاکمیت شکننده، کمبود شدید نقدینگی و تحریم‌های مالی خطر آشکار یک فروپاشی اقتصادی در افغانستان را نشان می‌دهد. او افزوده است که از رنج انسان ناشی از آن اگرچه محتمل است، اما باید اجتناب شود. وی گفته است که با توجه به چنین وضعیت، مردم افغانستان به توجه فوری نیاز دارد. او هشدار داده است فاجعه انسانی که افغانستان را تهدید می کند شاید بدترین فاجعه در جهان امروز باشد. قریشی به گزارش سازمان ملل متحد که از بحران انسانی ناشی از فقر هشدار داده بود اشاره کرد و افزوده که سیستم سازمان ملل که چندین دهه تجربه در تجزیه و تحلیل
و مدیریت شرایط اضطراری بشر دوستانه دارد، زنگ خطر را به صدا در آورده است. پیشتر آنتونیو گودریش، دبیرکل سازمان ملل متحد، پس از ده‌ها جنگ و ناامنی، خواستار راه نجات برای میلیون‌ها افغان آسیب پذیر شده بود. با این حال وزیر امور خارجه پاکستان تصریح کرده است که پاکستان با وجود داشتن منابع اندک و محدودیت‌های مالی، بیش از 30 میلیون دلار کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان ارائه می‌دهد و ای تأکید کرده است که اکنون وقت آن نیست که مردم افغانستان رها شوند و گفته او تسلیم شدن به وسوسه حرکت از افغانستان فاجعه بار خواهد بود. او توضیح داده است که در صورت بی توجهی به مشکلات مردم افغانستان، مهاجرت افزایش خواهد یافت و فعالیت گروه های تروریستی نیز بیشتر خواهد شد. پاکستان در حال خواهان پایان یافتن تحریم ها علیه طالبان است که هم اکنون افغانستان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شده است. با تسلط طالبان بر کابل، واحد پولی کشور ارزش خود را از دست داد و این سبب افزایش بهای مواد اولیه شده است. طالبان با وجودی که بارها برای آزادسازی پل‌های مسدود شده تقلا کرده اند، اما این کارهای طالبان مؤثر واقع نشده است. در همین حال، گزارش هفته بین الملل، طالبان اقلیت‌های قومی، مذهبی و سربازان حکومت پیشین را شکنجه کرده و کشته اند. سازمان هفته بین الملل در گزارش تازه خود می گوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، اقلیت‌های قومی، مذهبی، سربازان نیروهای امنیتی حکومت پیشین و افرادی که به عنوان طرفداران دولت در حملات تلافی جویانه تصور می شدند، شکنجه و کشته شده اند. این نهاد روز چهارشنبه 24 قوس با نشر گزارشی گفته است که از 1 تا 15 اکتبر تحقیقات میدانی را در کابل انجام داده است و در کنار آن با خانواده های قربانیان و گواهان رویدادها نیز مصاحبه تلفنی کرده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.